بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما همراهان گرامی. به این بخش از اخبار شبانگاهی خوش آمدید. من مهدی بهنام در جوار حرم آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. سرخط خبرهای امشب: هجوم هزاران نفر به سوریه در پی تشدید درگیری‌ها در لبنان. تظاهرات گسترده مسلمانان در مهار اشتراعی هند در اعتراض به اهانت پیامبر. انتقاد دیدبان حقوق بشر هند از تشدید فشارها علیه مسلمانان در ایالت آسام. و تداوم فشار علیه شیعیان پاکستان، درگیری های اخیر 25 کشته بر جای گذاشته است. وقت شما بخیر. در پی تشدید بمباران‌های هوایی اسرائیل در جنوب و شرق لبنان، هزاران خانواده لبنانی و سوریه‌ای برای نجات از درگیری‌ها به سمت مرزهای سوریه سرازیر شدند. این موج پناهندگی جدید در حالی اتفاق می‌افتد که لبنان هنوز میزبان بیش از 1 میلیون پناهنده سوری است. اما اکنون لبنانی‌ها خود به دنبال پناه در کشور جنگ زده هستند. همکارم در گزارش خود این رخدادها را روایت نموده که با هم می‌بینیم. در پی افزایش درگیری‌ها و بمباران‌های هوایی اسرائیل در جنوب و شرق لبنان، هزاران خانواده لبنانی و سوریه‌ای در تلاش برای فرار از این بحران به سوریه پناه بردند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که تاکنون هزاران نفر به مرزهای سوریه رسیدند و انتظار می‌رود این تعداد افزایش یابد. به گزارش منابع محلی، صدها نفر از شهروندان لبنانی کشته شدند که 1/4 آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهد. از روز دوشنبه صف‌های طولانی اتوبوس و خودروها در مرز سوریه تشکیل شده و برخی خانواده‌ها به دلیل ازدحام مسیر خود را پیاده طی می‌کنند. در نقطه مرزی جدیده یابوس، امدادگران به پناهجویان آب و غذا و پتو توزیع کردند. در حالی که لبنان هنوز میزبان بیش از 1 میلیون پناهنده سوری است که از جنگ داخلی این کشور گریختند، هجوم کنونی لبنانی ها به سوریه تغییر شرایط قابل توجهی را نشان می دهد. این درگیری ها بسیاری از لبنانی ها به ویژه ساکنان دره بقا را مجبور به ترک خانه های خود نموده. بسیاری از خانواده ها از دادن اطلاعات خود به خبرنگاران امتناع می کنند. برخی از آنها به دلیل ترس از بمباران و شرایط ناامن ترجیح می دن اطلاعات شخصیشان منتشر نشود. به رغم جنگ جاری در سوریه، برای بسیاری از لبنانی ها سوریه امن ترین مسیر خروج از این بحران است. از سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت، پیرامون این گزارش دعوت ما آوردیم. آقای شریفی نژاد، سلام و عرض ادب. آقای شریفی نژاد، با توجه به تشدید درگیری‌ها و هجوم پناهجویان لبنانی به سمت سوریه، به نظر شما جامعه جهانی و کشورهای اسلامی چه نقشی در کمک به حل این بحران انسانی باید ایفا کنند؟ بفرمایید. بخبقه از ما خدمت شما مهدون عزیز دومبش، در یک شرایط بحرانی من دارم با شما مصاحبه میکنم. در شرایطی که در تقریبا ساعت 6:30 به وقت محلی اسرائیل با 20 بمب سنگر شکن مقر دفتر اصلی حزب الله لبنان رو در نزدیکی فرودگاه بیروت مورد هدف قرار داده و اوضاع در بیروت اوضاع فوق‌العاده‌ای هست، دارم با شما صحبت میکنم. در شرایطی هستیم که تا به امروز بیش از 700 کشته و 2600 زخمی رو ما در لبنان داریم گزار میکنیم. این حجم از انتقال افراد به کشورهای مختلف از جمله سوریه و عراق و ایران در حال گسترش هست و این نشون دهنده این است که بحران جنگ در خاورمیانه از راه حلی که کشورهای اسلامی
به اصطلاح و مجامع اسلامی خودشون مدافعان اصلی حقیقی اسلام میدونن به دور بوده و بیشتر بازی های سیاسی است تا کارهای عملی. مهمترین راهکار عملی این است که کشورهای اسلامی خودشون مدعی این مسئله میدونن طرح کامل رو برای آتش بس مطرح بکنن و انتشار بیارن به تمام طرفین درگیری که این آتش بس اتفاق بیفته. کشورهای مثل امارات متحده عربی، سعودی ها، بحرین و کویت باید این بازیگری رو انجام بدن که متاسفانه انجام نمیدن و بیشتر طرف اسرائیلی هستن تا طرف مسلمانانی که در لبنان، سوریه و فلسطین دار کشتار هستن. بله، با تشکر از سید علی شریف نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان ملل متحد هشدار داده که سودان اکنون با شدیدترین بحران گرسنگی در جهان مواجه است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در بیانیه اعلام کرده که قحطی در اردوگاه زمزم در ایالت دارفور شمالی با بسیاری از مناطق دیگر بیداد می کند. این سازمان افزوده نزدیک به 5 میلیون کودک و زن باردار و شیرده دچار سوی تغذیه حاد هستند. اوچا افزوده بیش از نیمی از جمعیت سودان، حدود 26 میلیون نفر از سطوح بالای از گرسنگی حاد رنج میبرند. به گفته اوچا، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اولیه از بین رفته و کودکان برای دومین سال متوالی از مدرسه بازماندند. برنامه جهانی غذا میگوید که شمار مادران و کودکان دچار سوء تغذیه در برخی از مراکز بهداشتی در سراسر افغانستان دو برابر شدند. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد گفته که کاهش کمک‌های غذایی باعث افزایش سوء تغذیه می‌شود. برنامه جهانی غذا همچنان گفته است که به دلیل کمبود بودجه دست کم 10 میلیون تن در افغانستان طی یک سال گذشته کمک‌های غذایی دریافت نکردند و بیشتر از همه زنان و کودکان متاثر شدند. مقام ها در هند اعلام کردند که دست کم 46 نفر از جمله 37 کودک و 7 زن هنگام برگزاری جشن مذهبی هندوها در شرق این کشور غرق شدند. اداره مدیریت بلایای بیهار هند در بیانیه گفته است که این تعداد روز چهارشنبه در ایالت شرقی بیهار در حوادث پراکنده در 15 منطقه غرق شدند. هند در گذشته شاهد ازدحام مرگبار در مراسم مذهبی بوده است، اما حوادث غرق شدن گسترده در طول جشنواره‌ها نادر است. نهمین جشنواره سالانه جهانی غذای حلال در استادیوم شهر لندن برگزار می‌گردد. به گزارش عرب نیوز، این جشنواره قرار است به تاریخ 28 تا 29 سپتامبر در استادیوم لندن راه اندازی شود. سازمان دهندگان پیش بینی می‌کنند که بیش از 20 هزار نفر از جشنواره امسال که به عنوان بزرگترین رویداد غذای حلال در جهان شناخته می‌شود، بازدید نمایند. برگزار کنندگان جشنواره امیدوارند که فضای استقبال از این رویداد باعث ارتقای تبادل فرهنگی و تفاهم شود. طی روزهای گذشته طوفانی موسوم به بوریس در کشورهای از جمله لهستان، جمهوری چک، رومانی، اتریش و ایتالیا ویرانی هایی بر جای گذاشته است. بر اساس گزارش ها این سیلاب ها باعث مرگ دست کم 24 نفر و میلیاردها دلار خسارت شده است. به گفته کارشناسان، تغییرات اقلیمی باعث شده است سیل های ویرانگر در اروپای مرکزی آثار وخیم تری به همراه داشته باشد. یک تحقیق وسیع بین المللی نشان می‌دهد که از زمان همه‌گیری کرونا استفاده از رسانه‌های اجتماعی به طور مشکل ساز در میان جوانان شدیداً افزایش یافته است. نویسندگان این گزارش درباره تأثیر فناوری دیجیتال بر سلامت روانی و رفاه جوانان هشدار دادند. محققان پس از بررسی تقریباً 28 هزار کودک 11 تا 15 ساله در 44 کشور به این نتیجه رسیدند. این محققان خواستار اقدامات بیشتری برای ترویج استفاده سالم از رسانه‌های اجتماعی شدند.
بر اساس تحقیقی که در نشریه چشم پزشکی بریتانیا منتشر شده، بیش از یک سوم کودکان جهان در سال 2023 به نزدیک بینی مبتلا بودند و انتظار می رود که میزان تا سال 2050 به حدود 40% افزایش یابد. بالاترین میزان نزدیک بینی در کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند ژاپن 86% و کره جنوبی 76% گزارش شده است. در سطح جهانی کودکان شهری بیشتر از کودکان روستایی و دختران بیشتر از پسران به این بیماری دچار می شوند. این مطالعه به والدین توصیه کرده که کودکان را به فعالیت‌های بدنی تشویق کرده و استفاده از تلویزیون و اینترنت را محدود کنند. هزاران مسلمان در ایالت مهاراشترای هند با برگزاری تظاهراتی گسترده خواستار دستگیری یک کاهن هندو شدند که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اهانت کرده بود. این تظاهرات از نقاط مختلف ایالت آغاز شده به سمت شهر بمبئی ادامه یافت. این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که این کاهن هندو سخنان توهین‌آمیزی درباره پیامبر اکرم مطرح کرد و یکی از سیاستمداران برجسته حزب حاکم بهاراتیا جاناتا از او حمایت کرد و وعده داد که از کاهن هتاک دفاع کند. شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهای علیه این اهانت‌ها بر دفاع از پیامبر اکرم تاکید کردند. تظاهر کنندگان اعلام کردند تا زمانی که عاملان این توهین‌ها مجازات نشوند به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. شرکت کنندگان در این تظاهرات شعارهایی مانند علی رسول الله یا مودی سر دادند که بیانگر خشم و اعتراض شدید مسلمانان نسبت به حمایت این سیاستمدار هندی از اهانت به پیامبر اکرم بود. تظاهر کنندگان از دولت هند خواستند که اقدامات فوری و قاطعانه علیه این کاهن هتاک و حامیان او اتخاذ کنند تا از تشدید تنش‌های مذهبی جلوگیری شود. دیدبان حقوق بشر هند از تشدید فشارها علیه مسلمانان در ایالت آسام این کشور به شدت انتقاد کرده و این اقدامات را نقض آشکار حقوق اقلیت مسلمان در هند توصیف کرده است. بر اساس گزارش‌ها در ایالت آسام هند مقامات محلی عملیات تخریب گسترده‌ای را انجام دادند که مساجد، مدارس و گورستان‌ها را به اضافه خانه‌های متعلق به 2000 خانواده مسلمان تحت تأثیر قرار دادند. این اقدامات خشم گسترده‌ای را در میان مسلمانان منطقه و سازمان‌های حقوق بشر برانگیخته است. یک کلیپ ویدیویی انتشار یافته نشان می‌دهد که بولدوزرها یک مسجد را در ایالت آسام و همچنین خانه‌های همسایه متعلق به مسلمانان را تخریب می‌کنند. این تحولات در چارچوب تشدید تنش‌ها بین جوامع هندو و مسلمانان در این ایالت است که مدت هاست شاهد اختلافات مربوط به زمین و قوانین محلی بوده است. در حادثه دیگری که باعث افزایش تنش شد، ویدیوهایی منتشر شد که حملات گروهی از هندوها به مسلمانان در هنگام شرکت در جشن میلاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نشان می‌دهد. این کلیپ‌های ویدیویی پرتاب سنگ به سمت راهپیمایی و حملات فیزیکی به شرکت کنندگان را نشان می‌دهد، در حالی که مداخله پلیس در حفاظت از تجمع وجود نداشت. در پی درگیری‌های یک هفته اخیر میان شیعیان و سنی‌ها در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، دست کم 25 تن از دو طرف کشته شدند. اسوسییتد پرس روز پنجشنبه 5 مهر گزارش داده این درگیری‌ها که شنبه هفته جاری آغاز شده بود، روز گذشته متوقف شده است. مقام‌های محلی گفتند که در جریان این درگیری‌ها ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی دولت محلی خیبر پختونخوا افزوده که این رویداد در پی اختلافات بر سر زمین رخ داده و تلاش‌ها برای پایان دادن نزاع میان شیعیان و سنی‌ها در این منطقه ادامه دارد. منطقه کروم خیبر پختونخوا از مناطق مورد منازعه و درگیری‌های میان این دو فرقه مذهبی به شمار می‌رود. بیشتر ساکنان کروم را شیعیان تشکیل می‌دهند. ساکنان این منطقه گفتند که در این درگیری‌ها از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده که در نتیجه خسارات جانی و مالی به مردم وارد شده و به دلیل این درگیری‌ها همه راه‌های مواصلاتی، دفاتر رسمی، مکاتب و بازارهای منطقه بسته شده است. این در حالی است که چند ماه پیش هم در پی درگیری‌ها میان شیعیان و سنی‌ها در این منطقه ده‌ها تن کشته شده بودند.
گفتنی است شیعیان پاکستان که حدود 15% از جمعیت 240 میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند، در چندی منطقه از جمله بلوچستان، پاراچنار و کراچی هر از گاهی مورد خشونت‌های فرقه‌ای گروه‌های افراطی و سنی‌ها قرار می‌گیرند. خبرگزاری الجزیره گزارش داده که دیدبان حقوق بشر از مقامات بنگلادش خواسته تا به پناهجویان روهینگیا که از خشونت در کشورشان فرار می‌کنند اجازه دهند حمایت و کمک‌های بشردوستانه دریافت کنند. این سازمان حقوق بشری اعلام کرده که حدود 18,000 روهینگیایی در ماه‌های اخیر برای فرار از خشونت‌ها در بهبوی تشدید درگیری‌ها بین دولت نظامی در میانمار و ارتش آراکان وارد بنگلادش شدند. به گفته نهادهای حقوق بشری ارتش میانمار و ارتش آراکان در ماه‌های اخیر مرتکب قتل عام دست جمعی، آتش‌سوزی و کشتار علیه مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین شدند، جایی که حدود 630 هزار روهینگیایی هنوز در میانمار تحت سلطه حکومت آپارتاید زندگی می‌کنند. به دنبال هشدار آلمان، استرالیا، هلند و کانادا مبنی بر شکایت علیه طالبان در دادگاه بین‌المللی کیفری دیدبان حقوق بشر این اقدام را مسیری برای تأمین عدالت در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان خوانده است. این نهاد روز پنجشنبه 5 مهر با انتشار بیانی از سایر کشورها خواسته است که از این اقدام مهم حمایت کنند. به باور دیدبان حقوق بشر این تصمیم می تواند سبب رسیدگی به این پرونده در دادگاه لاهه شود. همزمان اسوشیت پرس با انتشار گزارشی گفته است که بیش از 20 کشور جهان از طرح شکایت علیه طالبان در دادگاه بین المللی دادگستری در صورت عدم توقف تبعیض جنسیتی حمایت کردند. بر اساس گزارش این رسانه، این کشورها گفتند که نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان به ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران را محکوم می کنند. این در حالی است که گروه طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران را به شدت محدود و آنان را از حق کار و آموزش محروم کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هجوم هزاران نفر به سوریه در پی تشدید درگیری‌ها در لبنان. تظاهرات گسترده مسلمانان در مهاراشترا هند در اعتراض به اهانت به پیامبر اکرم. انتقاد دیدبان حقوق بشر هند از تشدید فشارها علیه مسلمانان در ایالت آسام. تداوم فشار علیه شیعیان پاکستان، درگیری‌های اخیر 25 کشته بر جای گذاشته است. درخواست دیدبان حقوق بشر از بنگلادش برای حمایت از آوارگان روهینگیا. و استقبال گسترده نهادهای حقوق بشری از اقدام برخی کشورها برای دادگاهی کردن طالبان. بینندگان عزیز، به پایان این بخش از اخبار شبانگاهی رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.